میخوام در مورد بازه با شما صحبت کنم. به زیرمجموعی از اعداد حقیقی که نشون دهنده قسمتی از محور اعداد حقیقی باشه رو میگن بازه یا فاصله. پس بازه یه زیرمجموعی از اعداد حقیقی هستند که روی محور اعداد حقیقی ترسیم میشه و نشون داده میشه که بهش میگن بازه یا فاصله. به این مثال نگاه بکنید. مجموعه A برابر میشه با X عضو اعداد حقیقی به قسمی که X بین 4 تا 6 و خود 4 تا 6 هم 4 و 6 هم شاملش باشه. برای نوشتنش یه آکولاد می نویسیم 4 و 6 آکولاد بسته. نشون داده میشه که بهش میگن یه بازه آ برابر میشه با 4 تا 6 بازه بسته. به بازه‌ای که شامل نقطه ابتدایی و انتهایی بشه، یعنی مساوی داشته باشه، کوچکتر مساوی و بزرگتر مساوی داشته باشه، بهش میگن بازه بسته که به صورت آکولاد بسته او بی نشون داده میشه. یعنی بازه بسته 4 و 6 یه بازه بسته از 4 تا 6 که خود 4 و 6 هم شامل اون بازه میشه. به بازه هایی هم که هیچ کدوم از این نقاطون نداشته باشه رو میگنم بازه باز. یعنی 4 و 6 شاملش نباشه بهش میگم بازه باز، که به صورت پرانتز آ و بی نوشته میشه. حالا اگر بازه ها تنها یکی از نقاط ابتدا و انتها شاملش بشه بهش میگن بازه نیم باز، که به صورت پرانتز آ و بی نوشته میشه، یا آکولاد آ و بی پرانتز بسته نمایش داده میشه. به عنوان مثال یک و یعنی چی؟ یعنی آ توی بازه پرانتز آ و بی توی این بازه که آ بازه و بی بسته، آ شامل این بازه نمیشه ولی بی شامل این بازه میشه، و بالعکس که توی این عبارت آ بسته و بی پرانتز نوشته میشه که آ شامل این بازه میشه ولی بی شامل این بازه نمیشه. مثل یک و دو که بازه باز هست، از یک تا دو به شرطی که به طوری که خود یک و دو شاملش نیست میشه بازه باز، ولی بازه نیم بازه آکولاد بسته یک و دو پرانتز، یعنی اینکه از یک تا دو شامل این بازه میشه، یک شاملش میشه ولی دو شاملش نمیشه. روی محور هم بازه های بازو با نقاط توپر و توخالی نشون داده میشه. توپر یعنی بسته، توخالی یعنی باز. به این نمودار نگاه بکنید. بازه نیم باز یا نیم بسته یک و دو که یک بسته هست، یک توپره یعنی شاملش میشه، دو توخالیه که شاملش نمیشه. یه خط محور میکشیم، یک رو توپر میکنیم، دو رو توخالی. و ما یک و دو که بازه باز هست، یه خط محور X رو می نویسیم، یک و دو رو جدا می کنیم، یک توخالیه، دو هم توخالیه.
بازه بسته یک و دو هم که یه محور میکشیم، یک و دو رو جدا میکنیم، خود عدد یک و دو رو هم توپر میکنیم که نشون داده بشه که یک و دو تو داخل این بازه وجود داره. نکته، بازه هایی که به یه طرف هم. یه طرف اونها تا بی نهایت میره، از همان طرف به طور قطع بازن. پس بازه هایی که یه سمتش بی نهایت هست همیشه پرانتزه، یعنی بازه، مثل یک و مثبت بی نهایت که یک بسته است و مثبت بی نهایت باز، یا منفی بی نهایت تا دو که از هر دو طرف بازه. محورهاش هم اینجوری کشیده میشه، منفی بی نهایت با دوی باز یه محور x میکشیم، دو رو جدا میکنیم، دو رو تو خالی میکنیم چون که دو بازه و از منفی بی نهایت تا دو خط، و بازه نیم بازه یک و مثبت بی نهایت که یک بسته است. محور x رو میکشیم، یک رو جدا میکنیم، یک چون که بسته هست تو پر میکنیم تا مثبت بی نهایت هم ادامه. خب حالا دوستان یه تعریف میخوام بهتون بگم. در بازه ها اختلاف طول نقطه انتها و ابتدا طول بازه نامیده میشه، یعنی طول بازه یعنی انتها منهای ابتدا. یعنی در بازه نیم بازه آ و بی بسته طول بازه بی منهای آ اندازه شونو در نظر میگیریم. پس نقطه انتها رو منهای آ میکنیم، فقط قدر مطلقش رو در نظر میگیریم، یعنی عدد مثبتش رو در نظر میگیریم. ممکنه بی منهای آ یه عدد منفی به دست بیاد، ولی ما داخل قدر مطلق میبریم و مثبتش رو در نظر میگیریم. و ما تست حل کنیم. اجتماع کدوم یکی از جفت بازه های زیر یه بازه باز هست؟ یک باز است. این دوتا بازه ها رو میخواییم اجتماع بگیریم، یه بازه وجود میاد. گزینه یک، منفی بی نهایت و منفی یک و مثبت. گزینه دو هم دو و سه، منفی یک و یک. گزینه سه، صفر و یک، یک و چهار. گزینه چهار، یک و رادیکال سه، رادیکال دو و سه. خب دوستان پاسخ گزینه چهار هست، چون که یه بازه رو به ما نمایش داده میشه و ما گزینه ها رو بررسی میکنیم. میایم یه خط محور میکشیم از منفی بی نهایت تا منفی یک رو جدا میکنیم، منفی بی نهایت تا منفی یک و یک تا مثبت بی نهایت، یک تا مثبت بی نهایت هم جدا میکنیم. اجتماع اینها چی میشه؟ منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت. بازه تشکیل داده نمیشه. گزینه دو رو نمایش داده میکنیم. منفی یک تا یک خط محور رو میکشیم، منفی یک تا یک رو جدا میکنیم، دو تا سه، دو تا سه رو جدا میکنیم، نگاه میکنیم این دوتا اصلا
یک مجموعه و یک بازه رو تشکیل نمیدن چون که از هم جدا هستن. و اما گزینه سه رو بررسی میکنیم. خط محور رو میکشیم. بازه 0 تا 1 رو جدا میکنیم. 0 تا 1 و 1 تا 4. 1 تا 4 رو هم جدا میکنیم. اجتماعش چی میشه دوستان؟ چون که 1 تو خالیه میشه از 0 تا 4 به جز 1 از 0 تا 4 منهای 1. پس اینم یه بازه رو به ما تشکیل نمیده چون که 1 جزء این بازه نیست. و ما گزینه 4 رو بررسی می‌کنیم. میگه یه خط محور رو میکشیم، 1 تا رادیکال 3 رو جدا میکنیم، 1 تا رادیکال 3 رو جدا میکنیم و رادیکال 2 تا 3 رو هم جدا میکنیم. چون که رادیکال 2 از رادیکال 3 کوچیک‌تره اینجا ترسیم میکنیم. و اما اجتماعش چی میشه؟ 1 تا 3. 1 تا 3 عضو این بازه هست و یه بازه رو تشکیل به ما میده. پس پاسخ گزینه 4. یه تست دیگه حل کنیم. مجموعه مقادیر x رو طوری به دست بیارید که 1 به علاوه 2x توی بازه 1 و x به علاوه 2 قرار بگیره. 1 هم که بسته است. پاسخ میشه 0 و 2، منفی 1 و 1، 0 و 1 بسته، 0 و 1 باز. پاسخمون دوستان گزینه 4 هست. خب چی کار باید بکنیم؟ 1 به علاوه 2 رو می‌نویسیم. 1 به علاوه 2 رو باید طوری به دست بیاریم که داخل این بازه باشه. خب می‌نویسیم 1 به علاوه 2 باید بزرگتر مساوی 1 باشه. 1 به علاوه 2x بزرگتر مساوی 1 باشه. و 1 به علاوه 2x کوچکتر از x به علاوه 2 باشه. خب میگه x رو طوری به دست بیارید که 1 به علاوه 2x داخل این بازه باشه دیگه. پس باید چی کار بکنیم؟ 1 به علاوه 2x از 1 بزرگتر مساوی باشه. مساوی به دلیل اینکه بسته بودن 1. خب و 1 به علاوه 2x هم باید از x به علاوه 2 کوچکتر باشه داخل این بازه باشه دیگه. من با اینطوری به دست میاریم. می نویسیم 1 به علاوه 2x بزرگتر مساوی 1. در نتیجه 2x میشه بزرگتر مساوی 0. 1 از این وره معادله بیاد این ور، 1 منهای 1 میشه. پس میشه 2x بزرگتر مساوی 0. در نتیجه x بزرگتر مساوی 0. و اما 1 به علاوه 2x هم باید کوچکتر از x به علاوه 2 باشه. ساده سازی میکنیم. x را یه طرف، اعداد یک طرف. x میاد این ور معادله میشه منفی، 1 میره اون ور معادله میشه منفی. پس میشه 2x منهای x کوچکتر از 2 منهای 1. در نتیجه 2x منهای x میشه x، 2 منهای 1 هم میشه 1، پس x کوچکتر از 1. خب اشتراک بگیریم چی میشه؟ x بین 0 و 1 میشه. x میشه 0 و 1، یعنی x عضو 0 و 1 با 0 بسته، چون که 0مون اینجا بسته است. شامل x شامل 0 میشه.
پس گزینه 4 درسته. x عضو 0 و 1 که 0ش هم